سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. حسام نواب صفوی متولد 22 شهریور 1353 در تهران بازیگر و وکیل است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته کارگردانی سینما از دانشگاه هنر و لیسانس حقوق و جزا از دانشگاه تهران میباشد و دوره دیده موسیقی و بازیگری در آمریکا است. سید حسام الدین نواب صفوی در محله میرداماد تهران به دنیا آمد. پدرش قاضی دادگستری بوده که بعد از بازنشستگی مشغول وکالت بود تا اینکه در سال 88 درگذشت. او 3 برادر به نامهای هومن، حسین و حسن دارد که 2 نفر اونها در آمریکا و دیگری در آفریقا زندگی می‌کنند و عمویش اسماعیل نواب صفا هم ترانه‌سرا می‌باشد. او در مدرسه سلمان فارسی و دبیرستان منتظری قلهک درس می‌خواند و کارشناسی بازیگری خودش رو از دانشگاه هنر و معماری دریافت کرد. همچنین در دانشکده حقوق هم مشغول به تحصیل شد. او گفته که از کودکی به پیانو علاقه داشته اما به دلیل تردید رشته حقوق رو برمی‌گزینه. او دوره‌های بازیگری رو در کلاس‌های مرحوم حمید سمندریان گذروند و از همونجا وقتی 22 ساله بود به سریال بازگشت به خانه در سال 75 معرفی شد. او در سینما برای اولین بار در فیلم اعتراض به کارگردانی مسعود کیمیایی بازی کرد. اما بیشتر شهرت او از سال 87 وقتی 34 ساله بود با سریال کیف انگلیسی شروع شد. او موسیقی رو با نواختن پیانو از سن 4 سالگی شروع کرد. سپس مدتی به تدریس پرداخت تا اینکه برای اولین بار در کنسرت فرزاد فرزین در برج میلاد به عنوان نوازنده روی صحنه رفت. اگر فکر میکنید که مدتی است که کمکار شده، به خاطر به ثمر رسوندن تلاشهاش در زمینه قانون قضا است. او از سال 83 یک مؤسسه حقوقی تأسیس کرده. این آقای بازیگر هنوز مجرد هست. او گفته بازیگری و وکالت کار سختی است و من باید محرم اسرار مردم باشم. بنابراین همسر آینده من باید اینها رو متوجه بشه. اهل مد و لباس به اون شکل نیستم، اما دوست دارم چیزی که به من میاد رو بپوشم. رنگ سفید و مشکی رو خیلی دوست دارم. سفید میپوشم یا مشکی؟ خیلی ها به من میگن تو چرا فقط همین کت سفید و مشکی رو میپوشی؟ من میگم همچین چیزی نیست. من تا دلتون بخواد لباسهای مختلف با رنگهای سفید و مشکی دارم. به دنبال شوخی سینا ولی الله در برنامه خودش در مورد ایران، حسام نواب صفوی به صورت کاملا خودجوش به عنوان نماینده مردم تصمیم به شکایت علیه این برنامه گرفت. در نهایت بعد از به طنز کشیدن این اقدام و با پایان کار این شبکه، او اعلام کرد این شبکه را تونسته با جلوگیری از جذب اسپانسر به تعطیلی بکشونه. حسام نواب صفوی شباهت زیادی به الویس پریسلی، خواننده و بازیگر آمریکایی داره. او در سال 93 اعلام کرد کمپانی برادران وارنر، یکی از بزرگترین شرکت‌های فیلمسازی هالیوودی، پیشنهاد بازی در فیلم زندگی نامه الویس پریسلی رو به او دادند. سینا ولی الله در تماسی با کارگردان این فیلم در برنامه‌اش ثابت کرد که این ادعا کذب بوده و کارگردان بیان کرد پیشنهادی برای بازی به حسام نواب صفوی نکرده. این آقای بازیگر اعلام کرده تا به حال هیچ عمل جراحی زیبایی انجام نداده و فقط بعد از شکستگی بینی مجبور به عمل ترمیمی شده. او در مصاحبه گفته برای انتخاب نقش کاراکتر باید اونقدر جذاب باشه تا بعد از وکالت اون رو انتخاب کنم. بازیگری مثل بومی است که روی اون نقاشی میکنیم و من فقط برای اینکه نقش رو بازی کرده باشم در هر کاری حضور نداشته و این کار رو نمیکنم. در اوایل اردیبهشت ماه سال 1400 برگه حکم جلب سیاری توسط شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه تهران منتشر شد که در اون فردی به تحمل 91 روز حبس تعزیری و 51 میلیون جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. بعداً با اطلاع رسانی های انجام شده مشخص شد که شاکی ایشون خانم فاطمه عسکری حاتم آبادی می باشد که به دلیل تهدید و افترا شکایت کرده. این خانم که از 7 تیر سال 86 با ایشون آشنا شده بود و قرار بود با او ازدواج کنه، اما در این عشق و عاشقی خانه‌اش رو از دست میده و حالا از سال 94 مبتلا به تومور مغزی است. آقای صفوی گفته متاسفانه در شرایطی که بنده در بستر بیماری کرونا هستم، شایعه و اکاذیبی پخش شده که بنده سالهاست در مورد اون سکوت کردم تا خانواده‌ای رو که سودای شهرت و منفعت طلبی دارن به خواسته‌شون نرسونم.
سپس با انتشار قرار من تعقیب خود در سال 91 اعلام کرد: بدین وسیله بنده صراحتاً از بزه‌های انتصابی اعلام براءت می‌کنم. مصطفی عسکری برادر فاطمه عسکری اعلام کرد تونسته از 30 دی 1398 پروانه وکالت آقای بازیگر را تعلیق کنه. بعد از پیگیری از آقای کمال رعوف دادستان انتظامی مرکز وکلا، ایشون تعلیق پروانه وکالت حسام نواب صفوی را تایید کردند. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.